أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا خیلی مرحمت کرده، به شما توفیق داده، انشاءالله به سفر کربلا بریم و به زیارت برسین، به زیارت برسین و با حاجت برآورده شده و زیارت مقبول به سلامتی کامل انشاءالله برگردید. ما یه سفر به این دوستان عرض میکنم، یه سفر همین دو سه باره مثلا دو سال سه سال پیش رفتیم. دوستا خانم تو سفر بودن، خانم های خوبی بودن و سفر اولی بودن. باور کنید اینقدر به ما خوش گذشت، خوب بود. این ما زیارت حضرت عسکری رو به این خوبی هیچ وقت نرفته بودیم. خوب که میگیم نه، واقعیتش ما که واقعیتش که نمیدونیم که چی بوده، یعنی راحت بودیم، خوش بودیم، خوب بودیم، خوب برگشتیم، خوب رفتیم، نمیدونم به مشکل بر نخوردیم، همش حساب میکردیم این مال این خانمهاییست که سفر اولشون بوده. سفر اولی ها رو یه مرحمت خاص میکنم، قدرشو بدون. یه مسئله اون زمان هایی که ما مثلا سنش ما بودیم و مثلا بعدش و این حرف ها، اصلا آرزوی کربلا هم نداشتیم، چون اصلا تصورش نمیشود، اصلا تصورش هم نمی کردیم که میشه. فقط می شنیدیم مثلا کی مثلا نجف بوده، مثلا اینجوری بوده، بعد کربلا بوده، اینجوری بوده، فقط می شنیدیم. اینا در حد آرزو هم نبود، اینقدر نشدنی بود. حالا خدا مرحمت کرده که البته قاعدتاً از اون اولم می گفتم که به مرحمت حضرت رضا علیه السلام بوده به مردم ایران. حالا امیدوارم که این مرحمت در حق شما به تمام برسه، به آخر برسه. خیلی در سنهای مثلا 15-16 سالگی بچه های همسن سر کل هم میزنن، نمیدونم فرض کنیم جیغ میزنن مثلا، دیگه بازی میکنن، اینا اب نداره، مطابق شأن این صاحب این مقب و بارگاه رو از آدم ناراضی رنجیده خاطر نمی کنم. اما یه وقتی اگر من مثلا من و شما داریم صحبت می کنیم پشت سر این دوستمون من دارم یه حرفی می زنم، اینو ایشون رنجیده خاطر میشه. مواظبت کنین، گناه رو مواظبت کنین، چشمتون رو مواظبت کنین. اگه میخواین بهره مند بشین چشمتون رو بالخصوص بالخصوص چشمتون رو مواظبت کنین که خطایی نکنند، برای اینکه آقا مزه زیارت همین الان بهشت. اگه به شما بگن از اینجا برو بیرون، برو بهشت، نمیری بیرون یه ذره شو، نه همش، همش که به ما حد ما نیست. اون مثلا اولیاء خدا، بزرگ خدا، اونا این هم یه نکته.
اگر منو شد یه حاجت بگین، حالا اگر منو شد یه حاجت بگین، حاجت عاقبت به خیری بگین. حاجت عاقبت به خیری خیلی مهمه، یعنی در حد شاید تجربه شما اصلا نیست. من مثلا تو جلو چشمم به کسانی هستم که رفیق بودن، بچه های خوب بودن، آدم حس میکرد، یعنی من یادم حس میکردم این پسر صبح نماز صبح اول وقت میامد، ایام تابستان که مثلا ساعت 3 و 4 اذان، ساعت 3 و 4 دیگه تابستان، اون وقتی میاد مسجد بر نماز جماعت، بعد در یک خانه تیمی و پس یک جنگ طولانی با مامورین دولت اسلام، خودش و زنش کشته شدن و به باد فنا رفتن. اینقدر آدم میشه فقط خدا باید کمک کنه آدم عاقبت به خیر بشه. شما الان مثلا 16 سالته 17 سالته، با یکی از دوستان امروز من از هم یا دیروز داشتیم صحبت میکردم، چند سالته؟ نه دیشب بود، گفت 25 سالمه. گفتم انشالله 85 سال عمر میکنی. نه 95 سال، 100 سال. بله، از 25 سالگی تا 85 سال یادم 1000 حادثه براش پیش میاد. هر حادثه ای میتواند کل زندگی مرا تحت تأثیر قرار بدهد، زیر رو کند. میتواند حادثه زیر رو کند همه زندگی مرا. بنابراین یک کسی باید مرحمت کنه مرا در این حوادث روزگار که حالا بر هر کسی حتما پیش میاد، کم و زیاد داره. و جز مهمترین حوادثی که برای شما خیلی هم نزدیک پیش میاد، ورود به دانشگاهه. ورود به دانشگاه الان وقت توضیحش نیست. تقریبا جز بزرگترین لغزشگاه های زندگی یک جوان ایرانی است. بالخصوص برای جوان ایرانی که لغزشگاه های بزرگ عمرشه. بعد ازدواج یکی از لغزشگاه های بزرگه که اگر هم اشتباه اونجا بکنه کل زندگیش رو تحت تاثیر قرار بده. کار یکی از لغزشگاه های بزرگ زندگی آدمه که اگر اونجا درست نتواند مثلا کار درستی انتخاب کند، به کار درستی برسد، خیلی خطر ممکنه براش باشه. خطرهایی که ما عرض میکنیم اینجاها نه خطره جانیه که مثلا من حتما دستم میره زیر مثلا پرس، این نمیخوام بگیم، بلکه خطر برای شخصیت اصلی آدمی که اون اعتقاداتشه، دینشه، عقایدشه، اونا اونجاها خطر هست. همون آقایی رو که عرض کردم این توی دبیرستان با مهدی رضایی چندی جز اولیه های چیز بود، مجاهد خلق بود. اونا اون وقت هنوز مجاهد خلق بودن، با ایشون هم کلاس بود. به نظرم بعد با هر دو با هم رفتن دانشگاه، اقتصاد خوندن، بعدم از اونجا رفت. حالا بعضی از پله های این رفتن رو نمیتونم عرض کنم، شرطش مناسب نیست. در هر صورت من با این آقا هم کلاس میشم، به باد فنا میرم. یه چیز دیگه، شما همه، ماها همه، این همه بچه ها شیعه ایران، ما میگیم اینا فرزندان امام زمان هست. ایشون پدر روحانی ایناست. یه دوست جوانی داشتیم، دبیرستانش تمام شده بود، دلش خیلی میخواست طلبه بشه.
من عرض کردم که شما به امام زمان عرض کن. پسر خیلی خوب بود. شما به امام زمان عرض کن که آقا از بچه‌ها شما خیلی هاشون از بین رفتن، از دست شما رفتن، دیگه اون پسر تو نیست. وقتی آدم فاسد شد دیگه پسر امام زمان نیست دیگه. وقتی عقیدش عوض شد دیگه اصلا کلن همه چیش رو برید و رفت. نذارین من یکی یک کاری بکنی. شد اونی که میخواست شد. حالا کار ندارم، ما ها همه بچه های امام زمان باور کنید اگه ذره پاک و پاکیزه آدم مونده باشه در سن شما هر حاجتی رو به ایشون بگید برآورده میشه. شما درخواست کنید، حاجت بخواید برآورده میشه، اما شرطی که آدم خراب نکرده باشه. حالا ما میخواییم اینم برگشتش به اون عرض قبلیست، ما میخواییم همچنان که امروز جزء فرزندان روحی معنوی امام زمان هستیم تا آخر عمر بمانیم. همیشه ایشان به ما وقتی نگاه میکند به چشم یک فرزند که از ایشان نبریده بره جای دیگری، هم پاک مانده هم عقیده مانده با امامش. این آرزوست. اگه اونجا بنا شد بگنه یه حاجت ما اگه اینجا اومدیم قبوله، این حاجت رو ما از اینجا جای دیگه نریم، تا آخر عمرمان همچنان در درگاه شما بمانیم و خدمتگزار خدمتگزار راه و رسم شما. راه و رسم شما یه راه و رسم ایشون داره. راهی که ایشان بر سر اون راه ایستاده است و از آن راه دفاع میکنند، ما هم بریم در لشکر دفاع کننده از راه و رسم ایشان همچنان بمانیم. دکترا میگیرم ابن نداره، دکترای فیزیک داشته باش. الان آخرین لحظاتی که من داشتم وضو میگرفتم که بیام پایین و نماز و بعدم خدمت شما برسم. بعد از اذان تلویزیون باز بود. بعد از اذان آیدینانی بارکالله آیدینانی وقتی تو لباس بود من یادمه دیده بودم ایشونو. آیدینانی هر خیلی قشنگی زد، هر خیلی قشنگ گفتش که حالا هم رو همون قدیه ذره. گفتم که در میان موجودات جهان فقط یک موجود است که من میگه، فقط انسانه که میگه من. و تنها کسی که شایسته است من بگه خدای متعال. اما انسان میگه دیگه، اختیارش دست خودشه، میگه. بعد با آقای رحیمی داشتیم صحبت میکردیم، عرض کردیم که اگه بشه تو این دنیا این منو یادش بره، حالا خدا مطال هزار کار با این انسان میکنه که این منو تو یادت بره. اگه من یادت بره به یه چیزی میرسی که چیکار میکنه که من یادت بره؟ میگه آقا نماز بخون. شما یه بخشی از وقت خودتو میدی به خدا، پس از من یه قسمتی قیچی کردم. روزه ماه رمضان شما میگیری، روزه ماه رمضان برخوزم فرض کنم تابستون سخته دیگه، 17-18 ساعته. خب شما داری بخشی از راحت خودت رو قیچی میکنی، از خودت قیچی میکنی میدی به خدا. خمستو اینجوری میکنی، در زکات که میکنی این کارو میکنی، در حج که میکنی یه بخشش اینجوره، یه بخشش هم گاهی برای بعضی از بندگانش با بلا حساب میکنه که این از منیت دست برداره. اگه از منیت دست برداشت به سلطنتی میرسد که
این درجه سلطنتش، اون چیزی که در اون سلطنت به دست آدم میاد اینقدر بزرگه. عددهای اونور عالم عددها بی نهایته، یعنی به یه سلطنت بی نهایت میرسه. طول این سلطنت چقدره؟ بی نهایت. عرض این سلطنت چقدره؟ بی نهایت. عمق این سلطنت چقدره؟ بی نهایت. از این قابل تصور نیست. اگه آدم بتونه تو این عالم دست از منیت برداره، بعد هم عرض کردیم که آقا اگه اینجا نتونست میبرنش تو عالم برزخ. عالم برزخش طول میکشه اینقدر که بتواند از منیت دست برداره. وقت اگه این دست برداشت در دوران برزخ برداشت، در قیامت اون سلطنت براش حاصل میشه. توی آیه قرآن داریم در سوره اعراف، الاعراف رجال، یه مردانی بر اعراف هستند، یعرفون کلن و سیما، همه خلقی که در قیامت آمدند، چند میلیارده، اما 7.5 میلیارد آدم روی کره زمینه، یعرفون کلن، همه را میشناسند. تو کی هستی که اینقدر توانایی پیدا کرد؟ این بخشی از اون سلطنت است که اون کسانی که بر اعراف هستن دارن، بخشی از سلطنت است که دارن، کار ندارن. بعدم میرن تو بهشت که بهشتم دیگه. تمام دستورات دینی مثال دارن دیگه، تمام دستورات دینی اون است که آدم یه ذره از منیت خودش دست برداره. اگه تونست اخلاقش انقدر خوب بشه، یافته دیگه، رسیده به اون سلطنت. آدم وقتی که برای امام حسین داره گریه میکنه، داره از اون منیت قیچ میکنه، کمش میکنه. شما داری زیارت میری، پیاده روی میکنی، خسته میشی تو پیاده روی، اینا همه داری دست از اون منیت دادن برمیداره. هرچی بیشتر از منیت دست برداره خوشبخت‌تر خواهد شد. چرا؟ چرا؟ سلطنت بود دیگه. اگه آدم دست از منیت برداره به سلطنت میرسه، سلطنت بی حد و مرز. الان میبینید که این صهیونیسم برای اینکه قدرت خودش را حفظ کند و زیادتر کند، عالم رو به آتش کشیده است. بر به دست آوردن یه اندک سلطنتی، سلطنت مالی، سلطنت سیاسی مثلا، برای یک اندک سلطنتی کوتاه مدت، طول عرض بسیار کم، لذتش با هزار آلودگی غم و غصه مخلوط شده، واسه این عالم رو دارن به آتش میکشن. تمام حوادث بزرگ جهان رو اونا دارن اداره میکنن، همه جنگ‌های دنیا رو دارن اونا اداره میکنن، تمام کارخانجات با بزرگ اسلحه سازی دست اوناست، بانک های بزرگ عالم دست اوناست، و و از اینجا که میدونید آمریکا تو مشت 100 تا 200 تا 500 هزیناست. نمی یادتون هست رئیس جمهور آمریکا اومد رفت توی مجمع یهودی ها، کلاه یهودی سرش گذاشت، کلاه خاص دارن. تو بزرگترین قدرت جهانی، این خاری رو خب ندارم. اما اون سلطنت، اون سلطنت، این دم یه ذره
این مثال عرض میکنم، شاید خدا نصیبتون کنه بتونید تجربهش کنید. یه ذره آدم اختیار خودش داشته باشه، یه ذره آدم اختیار خودش داشته باشه، به یک خوشی و راحتی میرسه، به یه لذت. اینجا من میبینم مثلا فرض کن که 10 تا سیمای نمیدونم چجوری قد و قامت چجوری، شکل و قیافه چجوری، لباس چجوری مقابل من هستن. من میتوانم نگاه کنم، میتوانم نگاه نکنم؟ من نگاه نمی کنم. آدم یک احساس خوبی پیدا میکنه. اگر نگاه کنی یه لذت اندکی هست، اما احساس خوبی که آدم در اثر مقابله با هوا هوس خودش با زیبایی های دو روزه این عالمی مقابله می کند، اون حسی که می بره، حس عمیق در عمق جان آدم هست. حالا مثال، تمام کوششی که ما در پیروی از دستورات دینی می کنیم برای به دست آوردن اینه، این سلطنت که این روایت بود که برای دوستانم مکرر خوندم، فرمود که خدای متعال اعددت لعبادی از صالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. معلومه منیش عدد توی یعنی آماده ساختم، ذخیره کردم برای بندگان صالح خودم چیزهایی را که هیچ چشم ندیده، اصلا هیچ چشمی نظیرش را ندیده و هیچ گوشی تعریفش را نشنیده. من دارم برای شما الان تعریف میکنم از یه همین چیزی، همین فقط یه کلمه من گفتم، از اون ربط نداره با واقعیت، اینقدر فاصلش زیاده و اصلا به خاطر هیچ بشری خطور نکرده است. قرآن در سوره که به نام مبارک پیامبره، تو سوره میفرمان که ظاهران اونجاست، مثل الجنت التی وعد المتقون، من مسئلشو دارم برات میگم، مسئله زدم، نه اینه بهش، این نیست که من اینجا گفتم که این مسئلشه. بعد یه شباهتیست، شما وقتی رفته اونجا میبینی که اینجا صحبت از نهر عسل شده، میبینی نهر عسله، اما اصلا ربط نداره، نه به نهر ربط داره نه به عسل ربط داره. اونجا میدونید همه نهرها، اون چیزایی که توی نهرها جاری زنده است، یعنی این عسل موجود زنده است، این با این عسلا قابل مقایسه است. خود نهرش زنده است. شما دستور میدی که آقا یک نهر به وسعت مثلا رود نیل از اثر من دلم میخواد بیاد تو کاخ من، میاد فرمانبری میکنه. این مثل این جاهای این نهرهای این عالمه، مثل الجنت التی وعد المتقون، اینو ما با چی به دست میاریم؟ اون که هی داریم از یه قیچ میکنیم، یه گوشه از من رو قیچ میکنیم، دلم میخواد میذارم کنار، دلم میخواد میذارم کنار، دلم میخواد میذارم کنار. اگه تمرین دلم میخواد میذارم کنار، دلم میخواد میذارم کنار، این آدم به پایان برسه، برسونه، همینجا به اون سلطنت میرسه. اگه تنبلی کنه، البته شما چی بریم اونجا عرض کنیم؟ بیم آقا الان ما رو به آخر این راه برسون، ما هم
همچنان همین جور فکر کنیم که الان دارید فکر میکنید، شما قیمت این فکری که الان میکنید، یعنی اعتقادات، افکاری که الان دارید، قیمتش چقدره نمیدونید. نمیدونید. اینو هیچ جا از دست ندید. اولین لغزشگاه کجا بود؟ تو اولین لغزشگاه بچه های خودمون گفتن که بچه های وقتی که وارد دانشگاه میشدم نگاه میکنه به قیافش پاک حس میکنه از این قیافه، از بس بی قلقش پاک صافه. لغزشگاه بزرگ. انشاءالله شما از این خطر و از هر خطر دیگری انشاءالله تو این سفر میرین دعا میکنین محفوظ میمانه. اگه 4 سال دیگه 5 سال دیگه ما شما رو یه بار دیگه ببینیم، بعد ببینیم که تصویری که در صورت شما دیده می شود همون تصویر قبلی است، هیچ چیزی در اون نقشه بیگانه وجود ندارد. حالا بنا شد به طور جدی مواظب چشمتون باشین. حالا غذاهاتون چجوری دیگه، همون غذاهایی که تو راه یا خودتون دارین دستگاه چیز، حالا اونو چیز عجیب غریبی نقل کردن، گفتم آقای پناهیان با یه مجموعه از بچه های دانشگاه شریف رفته بودن و یه دستگاه برای آزمایش برده بودن همراه، هر جا میرسیدن آبشو مثل اون غذاشو آزمایش میکردن، توش هیچ میکروب نیست. آقای پناهیان داشت میکنم تمامی رو هر جا رو آزمایش کردن در هیچ نیست، تمیز، خوب. دروغ، این ماشینت خرابه. برگشتیم نجف مثلا، برگشت میرم دستگاه درست عمل میکنه، کاملا نشون میده که چی مثلا میکروب اینجوری داره مثلا یا آلودگی های دیگه چجوری داره. اون دوستمون چه گفت اینو عرض کنم دیگه تمام، گفتش که گاهی پدر مادرها برای فرزندانشون نگرانن که حالا تو این سفر خب 1000 تا حادثه هست دیگه. عرض کردیم که خب ما شنیده بودیم که حضرت ابوالفضل دستش قطع شده اما دیگه چشماش سالم بوده، سلام اینا رو میدونیم که یه چشمش، حالا بگیم من اونم یادم رفت اون وقت تیر خورده بود به چشمم، یه چشمش سالم بوده میدیده، اینا که در راهشون دارن قدم میزنن همه رو مواظبه. حالا برین انشاءالله میبینین، میبینین انشاءالله میبینین. امیدوارم که این آخرین سفرتون نباشه. بنده حقیرم یه ترحم کنی، یه دعایی بکنی و انشاءالله که قبول باشه. شما رو به خدا میسپرم، شما رو به خدا میسپرم، شما رو به خدا میسپرم. انشاءالله به خیر، سلامتی، قبولی، درستی، سلامتی، دلخوشی، دعای قبول، زیارت قبول انشاءالله برین و برگردین. برای کشورم اگر فرصت یافتیم که بالای سر حضرت امام حسین علیه السلام برین و به حرم بچسبین، خیلی فرصتاش کمه نمیشه. حالا انشاءالله امیدواریم که بشه. اگه چسبیدین به حرم که زیر قبه بودین، دعا کنیم برای کشور که نظر مرحمت حضرت ولیعصر همچنان بر این کشور ادامه پیدا کند، مستدام باشد و بیشتر باشد و بیشتر باشد و بهتر باشد.